مسئله تولید در کشور بسیار مهمه. بله بسیار مهمه. ولی خب تنها تولیدی که شما در سالهای اخیر بهش اهمیت دارین تولید مثله. سر این دو راهی قرار گرفتید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ این که هیچ بچه ای نداشته باشید سبز، این که تک فرزند معلول رو داشته باشید قرمز. کاش ننه بابای طراح این سوال اون شب سر دو راهی گیر میکردن و کپه مرگشون رو میذاشتن که این انچه بیشور رو پس نندازن. شاید اگه من یه بچه معلول هم داشتم جوری بار بیاد که میتونست گریه کنه امام حسین. والا با وجود احمقایی مثل تو و سازنده این برنامه، اون مملکت بیشتر از گریه کن به توف تو روح کن نیاز داره. تمام مدیران من در وزارت ارشاد متولدین دهه 60 هستن. چه فرقی میکنه؟ ارزش جماعت متولد دهه 60 که هیچی، دهه 80 هم باشه باز با یه ناندرتال ما قبل تاریخ فرق خاصی نداره. با افتخار امروز وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مملو از عناصر انقلابی. نه فقط وزارت ارشاد، بلکه کل مملکت مملو از عناصر انقلابیه. فقط دوتا از این انوگاه که میگیرون آن ببر ما بشناسیم. رئیس سازمان سینمایی من قلاده های طلا رو ساخته. خب ساختید استفاده کنید حداقل. با قلاده ای پوزبند چیزی بیایید تو خیابون که اینقدر پراپاتای مردم رو نگیرید. دبیر جشنواره فیلم فجر ما سازنده گاندوه. همه این رفیقایی که گفتی زیر دستتن؟ ای بابا خب احمق، تو چرا اومدی تو کار دولتی هستن؟ به خدا گاوداری میزدی نون تو روغن بود. البته گاو پیش این اکیپ ارازلو باشه که تو اسپورتی مهندسه. جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک ملاک و معیاری برای آدما. یعنی شما میگه آقا نظر در مورد این لیوان چیه؟ میگه نظر جمهوری اسلامی چیه؟ میگه خوبه. میگه خب نه نظر من بده. خوبه دیگه، کنار این همه ترور و جنگ افروزی و قتل و غارت به یه دردی دارید میخورید.